شریف دن. کلانتر دن. شریف به معنای کلانتر یا رئیس پلیس یه منطقه است. دن was the evil sheriff of Ocean Town. دن کلانتر خبیث یا بدجنس اوشن تاون بود. دن was as cruel as the devil. دن به خبیثی یا به ظالمی یک شیطان یا اهریمن بود. He worshipped money. او فقط پول رو می‌پرستید. Dan was a millionaire, but دن یک میلیونر بود. But he paid his police officers almost nothing. اما به افسرهای پلیسش تقریبا هیچی نمیداد. The police were very bitter. افسرهای پلیس همه از او تنفر داشتن یا از دست او عصبانی بودن. But Dan didn't care. اما دن اهمیتی نمیداد. He only cared about his money. فقط او به فکر پول در آوردن خودش بود. Every person who inhabited Ocean Town disliked him. تمام اهالی اوشن تاون از او تنفر داشتن. Dan enforced cruel laws. دن قوانین ظالمانه ای را اجرا می کرد. Once Dan even put his own brother in jail for throwing a coin into a fountain. یه بار حتی برادر خودش رو به زندان انداخته بود به خاطر اینکه یک سکه را داخل آبشار آب یا فواره آب فرو کرده بود. Sometimes he pointed his gun into the air and pulled the trigger. بعضی وقتا هم تفنگش رو رو به بالا می‌گرفت و شلیک می‌کرد. He didn't want the bullets to hit anyone. نمی‌خواست که گلوله به کسی آسیب برسونه. He just wanted to scare people with the loud sound. فقط می‌خواست مردم رو بترسونه با صدای بلند شلیک گلوله. Finally, the people of Ocean Town decided that they had to get rid of Sheriff Dan. سرانجام مردم شهر اوشن تاون تصمیم گرفتن که از شهر این کلانتر دن خلاص شوند. With their understanding, the crowd sought to unify the town. با توافق جمعیت جمع شدند که متحد بشن در شهر. They marched to Dan's house. پیاده و به صورت راهپیمایی حرکت کردند به خانه دن. He was startled by the sight when he ran to the door. کلانتر دن وحشت زده شد به منظره ای که دید وقتی که رفت پشت در. When he opened the door, the crowd jumped on him. وقتی در رو باز کرد جمعیت پریدن روی کلانتر. They used a rope to tie him to a chair. از یک طناب استفاده کردند برای بستن او به صندلی. Dan yelled, "Get your hands off of me." دن گفتش دستتون از روی من بردارین. I'll put you all in jail for the rest of your lives. همتون رو میندازم زندان برای تمام عمرتون. The crowd didn't listen. اما جمعیت گوش نمیدادن به حرفاش. They carried Dan to the harbor and put him aboard a vessel. اون رو بردن به بندرگاه و داخل یک کشتی گذاشتن. Dan was so scared that he began to sweat. دن اینقدر ترسیده بود که شروع کرد به عرق کردن. He begged, "If you let me go, I will give you all my money." التماس میکرد اگر بذارید برم تمام پولامو میدم به شما. The crowd said back, "Sheriff, we don't care about your money." جمعیت میگفتن که بهش گفتن که ما اهمیتی به پول تو نمیدیم. We know you will never change. ما میدونیم که تو عوض نمیشی. We're sending you on a voyage to the middle of the ocean. ما تو رو به یک سفر میفرستیم در میان اقیانوس. The boat drifted out of the port and Dan was never seen again. قایق یا همون کشتی به آرامی حرکت کرد از بندر و هیچ کس دیگه کلانتر دن رو ندید. The people voted for a new sheriff who was kind and fair. مردم اون منطقه رأی گیری کردن برای کلانتر جدید که مهربان و منصف بود.